در این قسمت قصد داریم روند های ایجاد تغییر در اطلاعات در تیبل ها رو با هم دیگه دنبال بکنیم دقت کنید منظور از تغییر چیه؟ یک تیبل داریم میخوایم درون اون یک سری رکورد اینسرت بکنیم یا رکوردی رو آپدیت بکنیم و یا رکورد یا رکورد رو حذف بکنیم اینها سه عمل اصلی هستند که پایه های اعمال در SQL سرور هستند یعنی ما در این چند بخش این روند ها رو با هم دیگه دنبال می و بعد از اون مفصلا باید بپردازیم به اسکریپت نویسی و روند های کود نویسی در SQL سرور خب با هم دیگه وارد محیط منجمنت استودیو بشیم و کارمون رو شروع بکنیم دقت کنید درون منجمنت استودیو امکانات زیادی برای کد نویسی هست حالا دقت کنید فعلا ما میخوایم خیلی ساده عمل کنیم با تیبل استیودنت کار میکنیم همه فیلد های اونو من با کنترل آ سلکت میکنم و کپی میکنم اونها رو خب حالا کجا من میتونم کد بنویسم دقت کنی دیتابیس انجین کوئری کوئری کلا درخواست هایی است که روی دیتابیس ما ارسال میکنیم پس در این قسمت میتونم این کار رو انجام بدم ببینید یه لاگین از من میپرسه و اجازه ورود به هم میده با زدن منوی نیو کوئری هم همین کار رو میتونم انجام بدم دقت کنی باز هم منو وارد محیطی میکنه که من میتونم توی اون کد بنویسم خب اولین کاری که میکنم آنچه که از جدولم کپی کردم و اینجا پیست میکنم دیتا تایپ ها رو هم پاک میکنم احتیاجی بهشون نداره خب دقت کنید دوستان یکی از امکانات فوق اسکل 2008 که در نسخه 2005 نبود همین علامت است که این کنار میبینید در کود نویسی اینها فوق العاده میتونن مؤثر باشن و به ما کمک کنند. چرا چون یک نیمه هوشمندی در کدها به وجود اومده در نسخه قبلی نوشتید بعد از اگزیکیوت کردن معلوم می شد که چی کار کرد درسته غلطه این نیمه هوشمندی و اینتلیجنسی که به وجود اومده توی اسکل 2008 فوق العاده برای برنامه نویسا مفید هست و میتونن ازش استفاده بکنن خب حالا چطوری ما میتونیم دیتا ها رو دستکاری کنیم اولا دیتابیسی که میخواین روی اون کار کنید رو اینجا بعد انتخاب من یونیور رو انتخاب میکنم حالا میخوام کار خودم رو شروع کنم اجازه بدید قبل از اون با این محیط تر بشیم این محیط به همین سادگی هم نیست خیلی قدرتمنده یکی از نکاتی که داره اینه که این منوها رو ما بشناسیم بعضی هاشون رو پس با هم چکشون میکنم دکمه اگزیکیوت یا معادل اون کلید F5 یا علامتی که اینجا داره علامت دیباک کودی که نوشتید رو کامپایل میکنه و نتیجه اون رو به ما نشون میده الان دقت کنید این کارکت سینتکس نیر فامیلی درسته که به فامیلی ایراد گرفته ولی اصلا کلا چیزی که ما نوشتیم بیمعنا بوده خب به هم ایراد گرفته پس با زدن F5 یا دکمه execute یا دکمه سبزرنگ یه نتیجه برای من رخ میده. با این تفاوت که دکمه دیباگ کد من رو کامپایل هم میکنه و در اصل یک حالت بهتری پیش میاره نسبت به execute چرا که کد من رو دیباگ هم میکنه. خب، حالا دقت کنید یکی از آیتم های به درد بخور کامنت هست ببینید کامنت در اسکیل سرور در دستورات اسکیل با دو تا ها هست ببینید الان رنگش سبز شد و کامنت شد ولی میتونم اگه تعداد زیاد بود با این آیکن همون ها رو کامنت بکنم ببینید کامنت آوت دی سلیکتد لائنز خط هایی که انتخاب میشه رو واسه ما کامنت میکنه حالا اگه خواستم از کامنت در بیارم باز با برگردوندن اون آن کامنت د lines لاینز اونها رو بر میگردونه باز دقت کنید در آینده که کود زیاد میشن ممکنه یه استود پروسجری داشته باشیم حاوی 500 خط این روش نوشتن ما رو به هم میریزه دیگه متوجه نمیشیم چهار خط که نوشتیم دیگه متوجه نمیشیم چی نوشتیم چون اینها توی هم میفته و ایجاد درد سر میکنه یکی از آیتم های خوب اینکریز این دنت هست دقت کنید آیتمی که انتخاب شده حالا اگه همه هم انتخاب بکنم میبینیم اینها رو به صورت پله ای در میاره یه تب میبره جلو یا میخوای برگردونیم عقب سعی کنید کد هاتون رو مرتب کنید و به وسیله همین المان ها اونها رو جلو و عقب ببرید تا بعدا خانا باش خب دقت کنید این آیتم ها رو هم فعلا توضیح دادنش برای شما نتیجه در بر نخواهد داشت چرا که کد ها رو هنوز بلد نیستید و ما هم فعلا از این چند کدی که استفاده می کنیم نتیجه به اون صورت در بر نخواهد داشت که نتایج اینجا دیده بشه ولی یه توضیح اجمالی بدم به وسیله این سه دکمه ما میتونیم نتایج کوئری های خودمون رو توی فایل به صورت گیرید شده به این شکل یا توی یک تکست مشاهده بکنیم خب من این فیلم این اینجا آوردم که بعدن که میخوایم روی کودها کار بکنیم نیازی نباشه که با سراغ جدولمون بریم و بتونیم به راحتی ازش استفاده بکنیم پس باید کودها رو بنویسیم و بعد با اکزیکیوت کردن اون نتیجه رو ببینیم خب با این محیط هم آشنا شدین در قسمت بعدی روندهای ورود اطلاعات به جداول رو با هم